الصورة الثانية وهي الأخيرة من صور الشاشة الرابعة عنوانها تطبيقات واضحة، تطبيقات عملية محسوسة، تطبيقات واضحة للمنظومة الفائقة. وصل الكلام بنا إلى حادثة الفتى السني الزاهداني سعيد شنداني، حيث حضر إمام زماننا وزاره، زار سعيد شنداني وشافاه من ذلك المرض الخبيث. عرضت بين أيديكم فيديو يلخص هذه الواقعة، سأعيد عرضه مرة ثانية كي يتواصل حديث هذه الحلقة مع الحلقة المتقدمة. رجاء الكنترول أعرض لنا الفيديو المرتبط بسعيد شنداني. رسم اینجوری بود تو خانواده ما، بچه ها زمستون ها درس میخوندن، تابستون هم طبق معمول بقیه سر کار میرفت. خب ما یه داداش داشتیم تو مکانیکی کار میکرد، تعویض روغن، بعد کنار مغازه ایشون هم یک کارواش بود، من ایشون تو اون کارواش کار میکردیم. تو کارگاه مامی یک چهار بود، یه روز از اونجا هوملیس خورد و نمیدونم چطور میشه و تو چاه آویزان میشه، دوتا پاش بالای چاله باز میشه به جوری که لگن خاصره روش فشار شدید میاد. حدود یک سال درد میکشیدم، اونگر مادر میام تو اچه نمیده. من دیدم بچه روز بروز زهرتر ضعیفتر میشه، کم کم این دردشون بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا جایی که حالت ورم پیدا کرد، منجر به بیماری میشه و بیماریش هم سخت میشه. بعد از اینکه سخت شد اون موقع تازه به پزشک مراجعه میکنن در زاهدان. و تعطیلات نوروزی بود، دیدم بچه زیاد بیتاب، زیاد بیارامه، ما بردمش بیمارستان حاتم، گفتم فتح با یک مفت مومار و یکی عمل انجام دادن، گفتن نه باد فتح نیست، شما باید برین تهران. ما رو پرستادن به تهران، گفتن که سرطان، سرطان بدخیم از نوع استخوان. نگفتن نوع سرطان، چه سرطانی؟ ماده و بدخیم، یعنی قدیزا. بچه رو اونجا نمونه برداری کرده، 1.5 کیلو قده از پای راست بچه برداشتن با غضروفش. بخاطر یک نمونه برداری کردنش مثلا هم گرفت، کلیه هم گرفت، قلب هم گرفت. پای راستشون کوتاه‌تر از پای چپشون شده بود. کسی که غضروف نداشته باشه میتونه را بره؟ نه، ولی باز مجدد این غده جاش پر میشه، سرطانی که بدخیم هست. درد شدیدی داشت، یک بار مورد معالجه واقع شده بود، شیمی درمانی شده بود، بعد دوباره باز غده ها عود کرده بود. خدا مراد جمشیدی گفت من این عمل میکنم، اما قول نمیدم که بچه برای شما بمونه، چون درصدی توش وجود نداره. چرا آقا جان خودت گفتی بیاره؟ گفت نه، الان این دیگه تمام بدنش مثل گل پیچک تمام بدنش گرفته. نهایتا به این نتیجه رسیده بودن که دکتر جوابشون کرد دیگه ما حاضریم زندگی اونو بفروشیم، ولی میشه مثلا ببریمش خارجی جایی، بالاخره یه جایی که بشه درمانی که دکترشون دکتر رفعت، ولی دکتر رفعت دیگه از جا میگن که دیگه این تموم شده، وقتش خلاصه. به لحاظ درمانی بعد از ثابت شدن اینکه سعید چندانی تومور و مس یا همون زایای فضاگیر داخل لگن
با متاستازهای متعدد در نواحی لگن و جهتهای فوقانی آن تا حفره شکم رو داشتند. کلیشه های متعددی ازشون گرفته شد و یه صحتی بود بر اینکه ضایعات فضاگیر درگیری زیادی در ناحیه لگن ایجاد کرد. تهران هم این بود که دکتر هر کار کرد نتونست مریضی من متوجه میشه. آخرم که متوجه شد به ما جواب رد داد. تمام نامنگاریاشون آوردن که اطبایی که ایشون دیدن و تایید کردن تومور استخوانی در لگن خاصرت بوده و ایشون از راه رفتن کلن عاجز شده بود، فقط بغلش میکردن این منور میبردنش، با عصا هم حتی به زحمت نمیتونست راه بره، درد شدیدی داشت، یک بار مورد معالجه واقع شده بود، شیمی درمانی شده بود، بعد دوباره باز قده ها عود کرده بود. نهایتاً به این نتیجه رسیده بودن که دکتر جوابشون کرد. من دیگه از اون روز به بعد دیگه تو چاله تاریک افتادم، گریه کردم، گفتم ای خدا دکتر من جواب کردن. ما علت پیشرفته بیماری رو و علت این که به یک حدی میرسه و شرایط دیگه اصطلاحاً بیمار سیستمیک میشه، درگیری های متعدد دیگه رو به وجود میاره رو به لحاظ دانش پزشکی نمیدونیم. بالاخره مادر اینا قصد پیدا میکنن که آقا سعید رو به مشهد ببرن، اونجا دخیلش بکنن. گفت آقا دکترا پسر من جواب کرده، ما رو جواب کردن، زود باش من بفرست مشهد مقدس. گفت شما مگر شیعه سنی؟ گفتم مگر ای خدا و پیغمبر فقط مال سنی هایی هم فقط مال شیعه هایی؟ تو بیمارستان امام خمینی تهران که بستری بودن، یکی از پرستارا یه شبی که مادرش کنار تختش خیلی گریه میکرده و مایوس بوده از درمان این بچه، من همونجا داشتم نماز میخوندم، یک بار دیدم یه خانمی آمد نشست، یه خانمی آمد اینطوری نشست زد دو پا، گفت جمع کردم با مسجد جمع کردن توسط یه پرستار در بیمارستان آشنا میشن. بعد بالاخره از این برای پرسام هست که متوجه میشن که بله مسجدی در اطراف قم هست بنام مسجد جمکران که منصوب به آقای امام زمانه، و همین باعث میشه که مادر امیدوار میشه و تصمیم جدی میگیره که بچه رو بیاره قم و مسجد جمکران متوسل بشه. رفتم رئی مستقیمان در طبقه بالا پیش رئیس، دیگه گریه میکنم، جیغ میکشم، گریه میکنم، گفتم آقا جان اگر قرص یه جمع کرم به من بده، اگر شربت جمع کرم به من بده، اگر داروی، اگر پوشیدنی، اگر نوشیدنی، اگر هر چیزی هست به من جمع کرانه بده. ماشین چی کردن، بچه رو سوار بلند کار کردن، تو آمبولانس گذاشتن، من پرستان جمع گم گم که رسیدم، من سلام عرض کردم بی بی جانم، گفتم السلام علیکم یا اولاد پیغمبر، سلام علیکم سید جان مریض بی حاله، من میرم سید جان شفاشو میگیرم، من میام. اومدیم تو جمکران و از اطلاعات پرسیدیم کجا اتاق بودن اینا، خلاص یه اتاق گرفتیم و من رو بردن تو اتاق. قلف من اینطوری گرفتم در بزرگی که اول میریم دیگه، اول میریم من دست از انداختم اینجا، گفتم ای خدا شما رو به دوستی اهل اولاد جناب محمد رسول الله من رو سپید کن، بچه من شفا بده. ایام فاطمیه بود، یکی از رفقای من گفت که اتاقونو گفتم بله، گفت که امروز میدونی امام زمان علیه السلام مهمان داره؟ گفتم خب مهمان همه مهمان امام زمان. گفت نه این از زاهدان اومدن و اهل تسنن هستن. که این از همه جا جواب شده است، دکترها جواب کرده است دیگه، آخرین لحظات عمرشه، پناه آورده است، براش دعا کنید. گفتم کجا هستن؟ گفتن اتاق شماره 7. این بچه های جمکنان هم دو نفرشون میان اونجا توسل میگیرن، خب اونها شاید خانواده اینا خیلی آشنا نبودن با آداب مسجد جمکنان، بهشون میگن آقا مثلا اینجوری نماز آقا امام زمان دو رکعت هست، تا یا کن عبود و یا کن است، این داره اینجوری نماز بخونید، یه مقدار اینها رو همراهی میکنن، آشنا میکنن. اما سر غذا آوردم بچه هل سه برجه که هیچی نمیخوره، سه برجه. گفتم سه ایجا عزی آقا جا ماشمال اینجا دعوت کرده، ماشمال خدا جا همچی جایی آورده که ماشمال تو خواب ندیدی، بیا با باشه. سه تا قاشق عزی آبگوشتا من تو دهنش دادم، بچه مثل بچه کوچکی خورد.
یه فاتون رو خودم انداختم و دراز کشیدم. نمیتونستم راه برم. شکمم اومده بود بالا پر از قبله بود. گلو گرفته بود. پاهمم کچ بود. بچه رو اونجا خوابونده ایم. من رفتم برای نماز اون برادرش هم میره بیرون. تا صبح که رفتم سید رفتم که گفت ساعت 7 صبح. حالا من بچه رو گذاشتم. حالا چطور برم نزدیک خوابگاه. اونجا که رفتم دیدم سید جان اینجا واسطه ده. دیدم مادرم اومد و خیلی هم ناراحت شد. گفت چرا اومدی اینجا؟ گفتم اومدم دیگه. گفت داداشت آورد اینجا گذاشتی؟ گفتم نه. خودم اومدم با پا خودم. بعد بهش میگن سعید جان وایستادی شما حداقل اساسات و ورده حالا فراموش از این که آقا ایشون مثلا چند مدت تو تحت حرکت هم نمیتونست بکنه. اون شدم دیدم نه احتیاج به اصلا نیست. شکم هم قده داشت. همش خوابیده. خیلی احساس راحتی داشتم. پام هم که راست میشه. همینطوری یواش یواش از اتاق اومدم بیرونم رفتم تا سالن. ساعت 8 صبح بود. ما در جلوی مسجد مقام در حال جارو کشی با خادمین بودیم و یک دفعه دیدیم سعید فلاکس چایی در دست به طرف چایخونه می رود. ما رفتیم جلوی سعید و گفتیم سعید شما عصا چی شد؟ گفت من عصایی نداشتم. دکتر باهر رئیس بیمارستان آیت الله گلپایگانی بود اون زمان. ایشان را دعوت کردند و ایشان چند دکتر را دعوت کرد. آمدند پرونده ای که ایشان در طول زمان مریضیش در دست داشت مشاهده کردند و بررسی کردند. اون شب همه عکساش را آوردن و خود این مریض را هم آوردن. به نتیجه من عکسای قبلش رو و عکسای بعدش رو همه رو با هم مقایسه کردم. از اونجا فرستادمش باز عکس گرفت. دکتر خیلی تعجب کرد. برای ما خیلی تعجب بود. یه بیماری که در شرح حال بیماریش و پاتولوژیش زایعه بدخیم فضاگیر سارکوم ناحیه لگن گزارش شده باشه. حالا ماشاءالله شفا که پیدا کرده بدون هیچ گونه عارضه‌ای فرز و چابک راه می‌رفت. خیلی کوچکترین اثری از بیماری در ایشون نبود. چیزی که مادرش میگفت و اون بود که میگفت من وقتی که به دکترهای بیمارستان امام خمینی گفتم اینها گفتم بر ما تعجب آوره که این یه مقداری از لگن این بچه خورده شده در سر سرطان استخوان و مثانه، چطور روی این پا راه میره؟ دانش پزشکی برای این موضوع در این مقطع هیچ گونه جواب محکمه پسندی نداره که این واقعی شفا یافتن با چه مکانیزمی انجام شد. گفتم آقای دکتر من پیش شما گذاشتم، شما زحمتتون کشیدی، خیلی ممنون. حالا گفتم یک دیگه چای دکتری داشتیم با. گفت مادرش کجا بردی؟ گفتم آقای دکتر ما دیگه دکتر داریم اینجا، من سکه امام زمان دادم بهش. گفت پیش آقای دکتر رفتی. در واقع اولین مراجعهشون به امام است صلوات الله و سلام علی، با اینکه اعتقادی مثل اعتقاد شیعی در مورد توجهاتشون به امام است صلوات الله و سلام علی نداشتن، از اینجا شروع میشه. وقتی که مادرش و برادرش میرن تو مسجد جمکران اون میخوابه. خودش گفت در عالم رؤیا یا بین خواب و بیداری، تعبیری که خودش داشت، بین خواب و بیداری بودم، دیدم در حجره باز شد. بعد یا متوجه شدم دو نفر آمدن تو شاشارق باتون در آمد. یه خانم بودم با یه آقا. و کنار بستر من نشستن. اون بانو با اون جوان عرب عربی حرف می زدن. اومدن و من اعتنایی بیشون نکردم. گفتم شاید اومدن آیادات یه چیز. و اینجا شروع آغاز اون لطف خاصی که به ایشون میشه هست. گفتم حوصله حرف زدن باشو ندارم. بعد دیدم آقا بالا سرم نشست و سلام کرد. منم از رو مجبوری بهتون برداشتم و جواب سلام دادم. دیدم این آقا به نظرم آشناست. اون خانم برقه داشت و لباس سیاه.
سعید میگفت من در یک حاله قرار گرفتم، حاله نور و یک حالت لطف، یک جوری که احساس میکردم اون خانم با اون جوان عربی صحبت میکرد. نیم ساعت عربی سوال کرد و جواب میدادیم و حرف میدادیم و در مورد یه موضوعی حرف میزدیم با هم دیگه. بعد اون موضوع یادتون نیست چی؟ اصلا یادم نیست. خودم هم بله عربی حرف میزدی آسان؟ بله منم عربی صحبت میکنم، در صورتی اصلا عربی بلد نیست. و عجیب بوده که چند نکته در برخورد اون جوان عرب با اون بانوی مجلله بیان میکرد. یکی این که عربی صحبت میکردن و در اینی که عربی صحبت میکردن من حرفشونو میفهمیدم و این یکی از نکات مخصوص راجع به حضرت، وقتی به یک زبان صحبت کنن به همه زبانهای دیگه افراد متوجه میشن. باز ما تشرفاتی تو این زمینه داریم که مؤید همین قضیه است و این در کتب معتبر علمای ما ثبت هست موجوده و روز ظهور همینه، احتیاج به مترجم نداره حضرت، وقتی صحبت میکنن همه متوجه میشن. نکته دومی بود که میگفت اون جوان عرب خیلی نسبت به اون بانو مؤدب بود، کمال خضوع و خشوع رو داشت، اینقدر مؤدبانه برخورد میکرد. نکته سوم بود که حضرت خودشون رو معرفی کردن، فرمودن من فاطمه زهرا هستم و چون مادرت برات دعا کرده و التماس میکنه، مدت زیادی گریه میکنه، من واسطه شدم و سفارش تو رو به فرزندم مهدی کردم. الواقعة هذه مثلما بينت لكم في الحلقة الماضية قد لامستها حين وقعت ملامسة عن قرب وتتبعت تفاصيلها وهي مفصلة جدا. البرنامج ليس معقودا لهذه التفاصيل، لست في مقام حكاية الوقائع والأحداث، وإنما أورد لكم أمثلة هي تطبيقات واضحة للمنظومة المهدوية الفائقة التي أحدثكم عنها في هذه الشاشة، في الشاشة الرابعة من شاشات هذا البرنامج المتعددة. لا أريد أن أسهب طويلا في هذا الموضوع، لكنني فقط أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، هذه الحادثة مفصلة جدا، ولقاء هذا الفتى السني مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بخصوص حالته هذه لم يكن منحصرا بهذا الذي جاء مذكورا في الفيديو. هذا الفيديو عبارة عن مقاطع مقتطفة ومختصرة عن فيديو وعن فيلم وثائقي مفصل، ومع ذلك حتى ذلك الفيلم المفصل لم يكن مشتملا على جميع المعلومات. مثلما قلت لكم إن البرنامج لم يكن مخصصا لتتبع تفاصيل هذه الواقعة، وإنما أوردتها مثالا لوقائع ولأحداث تقع في واقعنا، قد ترتبط بشخص شيعي واحد
أو بمجموعة أو بمكان. هذه الحادثة سجلت في جمكران، وجمكران هذا العنوان له خصوصية كبيرة في هذه المنظومة المهدوية الفائقة، لأنني أخذت صورة مقطعية جانبية تحدثت فيها عن هذه المنظومة الفائقة، فلم أغطي كل التفاصيل. هذه الحوادث والوقائع هي رسائل، رسائل توجه لشخص معين، لأشخاص معينين، لكل الشيعة، للشيعة وغيرهم. هي جزء من الحشد الوجداني الذي تحشده هذه المنظومة الفائقة في التواصل مع أتباع وأشياع الحجة بن الحسن، ممن هم على أرض الواقع أو ممن هم سيأتون في الأيام القادمة. كلامي هنا، هذه الحادثة بالنسبة للذين وقعت معهم، لصاحبها مثلا سعيد شنداني وعائلته، هؤلاء الذين تشيعوا وصاروا شيعة للحجة ابن الحسن، الرسالة وصلت، الرسالة وصلت بقوة إليهم. وللذين كانوا على مقربة من هذا الحدث من الأطباء وطواقمهم، من الذين كانوا في أجواء مسجد جمكران، من المسؤولين، من المرتادين، من الذين تابعوا القضية إعلاميا، من الذين تابعوا القضية في تفاصيلها حين وقوعها، وأنا واحد منهم، وها أني أحدثكم عنها بعد سنين. هذا دليل على الأثر الوجداني لهذه الرسالة، على الأقل بالنسبة للذي وصل إلي من هذه الرسالة، وها أني أوصله إليكم. هذا هو الذي أحدثكم عن منظومة مهدوية فائقة تتحرك في كل تلك الاتجاهات التي حدثتكم عن ملامحها. ومر الحديث في الصورة الأولى بشيء من التفصيل عن ملامح هذه المنظومة الفائقة. القضية لا تتوقف عند الحادثة التي رويتها لكم في الحلقة الماضية عن الشيخ مهدي الفتلاوي، ولا تتوقف عند هذه الحادثة الواضحة جدا في أثرها الوجداني على مساحة واسعة، بحيث أنها أثرت في مدينة زاهدان رغم التسنن الشديد ورغم التعصب المذهبي الشديد ورغم انتشار الوهابية هناك.
أثرت هذه الحادثة تأثيرا واضحا إلى الحد الذي دفع بالوهابيين هناك إلى التفكير بقتل سعيد شنداني، وحاولوا أكثر من مرة إلى أن قتلوا. لقد قتل مسموما. أنا لست بصدد تغطية حياة هذا الفتى، ولست بصدد الحديث عن أفراد أسرته وماذا لقوا من الوهابيين، لكن هذا الفتى قتل، سمم وقتل مسموما ودفن في جوار إمامنا الثامن علي بن موسى الرضا، والحكاية لها تفصيل وتفصيل، وليس البرنامج معدا للولوج في تفاصيلها، إنما أوردتها مثالا على الأقل من وجهة نظري. هذا المثال يشتمل على واقعة حقيقية 100%، وعلى حضور حقيقي لإمام زماننا، وعلى أثر حقيقي لهذا الحضور. والأمر لا ينحصر بهذه الواقعة، لكنني مثلما أخبرتكم من أنني أعرض بين أيديكم وقائع، هذه الوقائع أنا لامستها عن قرب، لامستها زمانا مكانا، لامستها علميا، لامستها تحقيقا، لامستها بحثا ومتابعة. نذهب إلى فاصل.